و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. برای همه آرزوی سلامتی دارم و خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شدم. ما بیشتر خانم خوش اومدید. ممنونم. از کوفته کاسه ای داریم. بله، امروز با کوفته کاسه یه نوع کوفته است که تقریبا چون هر چیزی که با گوشت معمولا درست میشه و داخلش سبزیجات استفاده میشه، یه نوع کوفته است که یک کوفته که برای مسافرت خوبه، هم سردش و هم گرمش استفاده میشه. داخل کوفته رو خالیش میکنیم، بعد هم میتونیم با سالاد پر کنیم، هم با سبزیجات که هر دو مدلش رو من امروز آموزش میدم. لایه بیرونیش جنسش چیه؟ مواد لازم اگه اجازه بدیم بگم. مواد لازم برای کوفته کاسه‌ای: گوشت چرخ کرده که بهتره که دوبار چرخش کنیم، میتونیم هم مخلوط گوشت گوسفند و گوساله استفاده کنیم، ولی در نهایت بهتره که حتما گوشتمون کم چرب باشه. 300 گرم آب پیاز 1/4 پیمانه، تخم مرغ 1 عدد، پیاز رنده شده سرخ شده 1 قاشق غذاخوری، پودر نان توست 2 قاشق غذاخوری، نمک 1/2، فلفل لازم داریم به میزان لازم، دارچین و پودر میخک. اینم 1/2 قاشق چای خوری. بسیار. طرز تهیهش جانم، پودر میخک چه عطر و بوی میده به غذا؟ این یک عطر خاصی داره، چون سرخ هم میشه داخل فر. اگه دوست داشتن میتونن حتی از 1/2 قاشق چای خوری پودر گشنیز استفاده کنن. آها. اگه طعم میخک رو دوست داشتن، عطر میخک من حالا نچشیدم، به نظرم نو بود که ازتون پرسیدم. حالا حتما میچشیم. طعم خوبی بفرمی. حالا یه طعم خوبی به این کوفته میده. ما گوشت چرخ کرده داریم 300 گرم که گفتم بهتره گوشت چرخ کردمونو حتما دوبار چرخش کنیم و حتما هم از گوشت کم چرب استفاده کنیم. میتونیم حتی مخلوط گوسفند و گوساله، ولی یکم بازم باید کم چرب باشه. آب پیاز داشتم که من این یه دونه پیاز رو رندش کنیم، آبشو بگیریم برای این است کوفته و خود پیازشو به این صورت سرخش کنیم، رنده شده شو، چون باید پیاز نرم استفاده کنیم. من آب پیاز که دارم یه مقدار از این نون توستم و 2 قاشق غذاخوری داخل این آب پیاز می‌ریزم. تا مول می‌خواید ترد بشه؟ نه، بله هم ترد میشه. هم ترد میشه هم چی؟ همطور میشه. هم ببینین گوشت وقتی که چیز مخلوطش نباشه حالت انسجام پیدا میکنه، خیلی فشرده میشه. وقتی یک مقدار این آب پیاز و نون توست و تخم مرغ میذارین، یک مقدار بافته گوشت از هم باز میشه. به این صورت در میاد. اضافه میکنیم به موادمون، مثلا کتلتی که گاهی با خمیر نان باگت درست. بله بله، باعث میشه بافته گوشت از هم باز بشه و تور بشه. یک عدد تخم مرغ کامل داشتیم اضافه میکنیم، پیاز سرخ شدم و هم خیلی تردش میکنه، هم خیلی عطر خوبه بهش میده. شما جز اون آشپزی ها هستید که معمولا پیاز سرخ شده رو داخل غذا میریزید؟ بله. مثل غذاهای مثل کوفته؟ بله بله، من پیاز سرخ شده استفاده میکنم. از پیاز خام خیلی کم استفاده بله. میکنم. دارچین، نمک، پودر میخک و فلفل سیاه. ببینین ادویه های یک غذا بستگی به ذائقه خانواده داره. بله. این پودر میخکه؟ همه شو ریختی؟ نه، این پودر میخکه. فلفل قرمز، یه مقدارم طعم تند داره. کاملا این گوشت بوی زنجبیل میده، بوی خوبی داره. و یه مقدارم بازم روی تردی گوشت تاثیر داره. یکی فلفل سیاه و پودر میخک از اونه که هم طعم دهنده خیلی خوبی به گوشت میدن، هم گوشت رو ترد میکنن. کاملا این گوشت رو ورزش میدیم. هر چقدر که مقدار ورز گوشت بیشتر باشه بهتره. من این کوفته رو به دو صورت میتونیم آماده کنیم خانم همیشه. هم میتونیم که وقتی که کاسش کردیم داخل فر بذاریم بدون هیچ روغنی، هم میتونیم که اگه داخل فر گذاشتیم میتونیم داخلش رو با سبزیجات پر کنیم که من انجام دادم هم، ولی اگر سرخ کردیم باید حتما از یه سالاد که حالا میتونه سالاد اولویه باشه، میتونه انواع سالاد سبزیجات باشه، ولی باید سالادی باشه که کاملا این سالاد رو میکسش کرده باشیم داخل این گوشت. ببینید گوشت کاملا، گفتم که هر چقدر چه وقت اینجا گوشت چی هست؟ من الان مخلوط گوشت گوساله و گوشت گوسفند بود، ولی کاملا باید کم چرب باشه. کم. چون وقتی که چرب باشه گوشت مقدار خودش رو جمع میکنه.
گوشت رو آماده میکنیم، ببینید آماده شد، میتونیم که دستمون رو چرب کنیم، هم میتونیم که دستمون رو با آب بزنیم. اگر داخل فر میخوایم بذاریم بهتره که دستمون رو با آب بزنیم، ولی اگر میخوایم سرخش کنیم بهتره دستمون رو چرب کنیم، چون موقعی که میفته تو روغن یه مقدار بهتره که آب نباشه. بهتره یه مقدار دستمون رو چرب میکنیم. معمولا از این کوفته به اندازه یه نارنگی باید برداریم. ببینیم به این صورت. بعد این صورت ببینیم کاسش میکنیم. من تصورم بود که اندازه همون کاسه میخواییم بکنیم. نخه دونه یه نفریه. به این صورت. اگر خوبی داخل... که شکلم میگیره همینطوری. جانم؟ خوب شکلم گرفت و دستتون. بله کاملا شکل میگیره. اگر که خواستیم سرخ کنیم، برای سرخ کردن بهتره که یه ساعت داخل یخچال بذاریم که خودشو کاملا بگیره، بعد سرخش کنیم. حتی میدونیم بعد از سرخ کردنم باز داخل فر بذاریم، روی سینیمونو کاغذ فویل بگیریم که بیشتر از این یعنی رنگ تغییر رنگ نده، بعد داخل فویل بذاریم. بذاریم وقتی که توی فر میذاریم این باعث میشه هم روغنشو پس بده. بعد. من کوفته‌ای که داخل اینو تو به نظرم کوتاه‌تر کردینش نه؟ نه داخل این طرف. اینا سرخ شدن؟ نه دارن سرخ میشن. ببینید من کوفته‌ای که سرخ میکنم یه مقدار کوچیک‌تر آماده میکنم چون داخل روغن مغز بخ بشه. کوفته‌ای که داخل فر میخوام آماده کنم یه مقدار هم حفره‌شو بزرگتر ایجاد میکنم، همین که بزرگتر درست میکنم. اینا به اندازه نارنگی کوچیک، این گوله که برای یه نارنگی درشتن. بعد از اینکه اینا سرخ شد یه سالاد سرخ میشه، همینطور وسطش میانش تهی میمونه. آره میانش تهی میمونه. بله کاملا ببینید. آها خب ببینید کاملا وسطش. بعد پر میکنیم با چیزایی که میخواد. بعد یه سال هم میتونین با سالاد اولویه پر کنن، هم میتونین یه سالاد سبزیجات که حالا من دستورش میدم، دو عدد سیب زمینی آبپز پخته شده، 100 گرم کلم سفید، 50 گرم پیاز چه، بله بله، دو سه تا قاشق سس مایونز، یه قاشق هم جعفری، یه مقدارم خیارشور، یه سالاد سبزیجاتی که میتونن باش پر کنن، ولی باید کاملا مواد میکس بشه چون باید با قیف داخل این حفره ها پر بشه. حالا کیش که در واقع مزه ها به هم دیگه بله بله. بعد با قیف داخل اینا رو پر میکنن، آماده است برای خوردن. اما نوعی که داخل فر میره ما اینا رو همه رو آماده میکنیم، داخل فر میذاریم. وقتی که کوفته هامون احساس کنه درجهش چقدر باشه؟ درجه فر 180، مدت پختش هم حدود 20 تا 25 دقیقه. کاملا مثل کتلت که سرخ شده داخل فر سرخ میشه، از داخل فر میاریم بیرون. موادی که من باز برای داخل این کوفته کاسه آماده کردم، ببینید نخود سبز پخته شده است، هویج پخته شده، قارچ نگینی سرخ شده و یه مقدار پیاچه و جعفری. خیلی خیلی مواد خوبیه. بعد که از تو حالا من فرض کنم مخصوصا اگر خانم جمشیدیان عزیز ببخشید من قطعتون کردم، اگر ما اینو با تو فر بتونیم بذاریم، حالا اغلبمون فر نداریم، خب اگر داشتیم همین سرخ کردنشون آره داخل فر درست بکنیم، بعد اون موادم همه رژیمیه دیگه. بله همه رژیمی، چون اینکه حالا گوشتش قرمزه بعضی ممکنه پرهیز داشته باشن از گوشت قرمز. خب بعد از اینکه از داخل فر آوردیم بیرون، مواد رو با این کوفته رو با این مواد پر می‌کنیم. ببینید مثلا شما فرض کنید من از داخل فر آوردم، اگه میشد همه چیز رو همینطوری فرض کرد خیلی خوب میشد. دنیا نه؟ بله از داخل فر میاریم بیرون، یه مقدار سس آماده میذاریم، مثلا یک قاشق سس رو به گرجه فرنگی، سس گرجه فرنگی رو با یک کوچولو روغن مایه تفتش میدیم، به خاطر که دیگه این سرخ شده دیگه خیلی خوش نشه. این سس رو کف سینیمون میریزیم، این مواد رو داخلش رو پر میکنیم، یک کوچولو یک قاشق چایخوری رو هر کدومش پنیر پیتزا میدیم. بعد خیلی آماده است. میبینید این صورت که در آوردم. ببینید مواد کاملا با هم ورزش میدیم یا حالت چسبندگی داشته باشه. اگه یه مقدار احساس کردیم موادمون شله، اگه وقت اونو نداشتیم داخل یخچال بذاریم، میتونیم دوباره یک قاشق دیگه پودر نان بزنیم. بعد از اینکه داخل روغن سرخش میکنیم، اصلا روغن جذبش نمیشه این مواد. وقتی روغن داخل مواد خیلی جذب بشه خانم، میشه که روغن خیلی کم داخل مواد بریزیم. وقتی که تو ظرف کوچیک درست کنیم و روغن زیاد بریزیم، هر چی که داخل این روغن سرخ کنیم، حالا بادمجان، سیب زمینی، گوشت سرخ کنیم، اصلا روغن جذبش نمیشه. بازم برای اونا که خیلی حالت رژیمی دارن، میتونن روی توی سینه روی کاغذ روغنی بچینن، چند لحظه حدود 5 دقیقه داخل فر بزنن تا اون روغن اضافیش هم خارج بشه. خانم خیلی ممنونم. خواهش. خب کوفته هم به کجا شدن و سرد بله. شدن با سالادی که گفتم، میتونین الان سالاد اولویه باشه، میتونه سالاد سبزیجات باشه، ولی سالاد دیگه این همونه دیگه. بله کاملا این داخل اینا رو کجا ریختین؟ توی غذا ساز ریختین؟ من آره توی نه کاملا رنده کردم موادشو تو غذا ساز. ببینید به این صورت
داخل این مسار رو پر می‌کنیم. همینجور منسجم میشه؟ بله، کامل بکنیم. آخه چطوری میشه نخود فرنگی رو رنده کرد؟ نه، نخود فرنگی نیست، این فقط سیب زمینیه، مرغ و سیب زمینی و مرغ و خیار شوری خورده. ولی اگه تو این غذا سازه یک دو سه آبه آره، آره، میتونی. نداشتیم آره، 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 ریسته بعد میتونین از یک دونه ببینین گوجه گیلاسی. خب بعد غذا رو وقتی تزیین میکنیم خانم همیشه سعی کنیم مزهش حتما با خودش بخوره. چطور؟ یه مثلا فرض کنین اگه این چیزه سالاده، بعد باز یه چیز مواد سالادی دوباره بیاد روی این کوفته، به این صورت این آماده میشه. بعد اینم که همونجور گفتم برای سرخ شدنه، اینم قبل از اینکه بره داخل فر یه کوچولو پنیر داخلش می‌ریزیم و می‌ذاریم بعد آره. که میره تو فر. این الان آماده است برای خورد. خانی دست شما در نکنید، می‌تونم برام توضیح میدین؟ خواهش می‌کنم. این همون کوفته کاسه‌ای که سرخ شده شه، بله. درسته؟ این کوفته برنجی معمولی خودمونه. به به، که فکر کنم از همه کوفته خوشمزه تر. نه شما بعد... کوفته سماق درست میکنین، من چشیدم فوق العاده خوشمزه است. قول بدین جلیب آنتن برنامه که بهم یاد بدین. این کوفته برنجیه، این دوباره همون کوفته کاسه‌ایه ولی با سبزیجات که داخل فر رفته. دوباره یه سالاد که از خود مواد سبزیجاته، گفتم سیب زمینی، قارچ، پیاچه. این کدو خامه یا خیاره؟ نه خیاره. خیاره. خیاره که برش نازک دادم داخل قالب میان تویی ریختم. اینم کیک کدو سبزه. به به به. که بسیار فکر کنم همخونی داشته باشه با عنوان دسر با این قضیه. مرباها چی؟ مربای پوست هندونه میارین؟ چه کارایی می‌کنین؟ مربای بادمجان. مربای بادمجان، مربای پوست هندونه، هویج، پوست لیمو و کدو حلوایی. خیلی ممنونم خانم جمشیدی. منتظرتون هستیم دو هفته بعد.